سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا سفینه النجات اوه، دیگران فقط باید بچسبن به او. امام حسین با صبرش و استقامتش همه کار رو کرد، همون لشکر کوچکش رو. دیگران فقط باید تسلیم باشن و تصدیق بکنن او رو، تزلزل توشون پیدا نشه. روز عاشورا کی از همه بیشتر تسلیم بود و تصدیق کرد ولی خدا رو و ذره تو اون مخمسه دچار تزلزل نشد؟ امام صادق میگه عمو جان ابوالفضل، اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی، شهادت میدم که شما تسلیم بودی، یک تصدیق کردی، دچار تزلزل نشدی. اونجایی که بعضیا کم میارن هیچ کم نیاوردی. اونجایی که همه چیز علیه امام حسین بود، اما نامه که اومد اول اصلا جواب ندادی به اون کسی که اما نامه را آورده بود، چون ابا عبدالله فرمود جوابشو بده ولو یه فاسق برای جواب اما نامه آورده، جواب داد. اما جواب ابوالفضل این بود که لعنت خدا بر خودت و این اما نامه ای که بر من آوردی. من ولی خدا رو، پسر پیغمبر رو تنها بگذارم، خودم در امان باشم، او نه؟ اشهد لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی. خدا رحمت کنه، مرحوم آقا نجفی قوچانی یک کتابی داره به نام سیاحت شرق، یک کتاب داره به نام سیاحت غرب که شاید بسیاریتون باش آشنا هستید، که زندگی نامه بعد از مرگش رو اونجا بیان کرد. اما یک کتابی داره به نام سیاحت شرق که زندگی دنیای خودش رو از بچگی اونجا نقل کرده. خب چون به صورت طنز هستش خیلی شیرینه اون کتاب. تو اون کتاب سیاحت شرق خودش میگه که یک ایام محرمی بود، من پیاده از نجف به سمت کربلا رفتم، همون رسمی که خیلی از مؤمنین به هر حال تو مناسبت ها انجام میدن. میگه تو ایامی بود من به سمت کربلا میرفتم، با خودم آب بر نداشتم، گفتم بار سنگین با خودم بر ندارم، تو این منازل بین راه بالاخره یه جا آب هست دیگه. تو منازل بین راه دیدم نه آب نیست، یه جاهای بسته است، خدا میخواست یه چیزی بهش بده. میگه از چند نفر هم درخواست آب کردم، یا نداشتن یا خودشون خیلی کم داشتن، فقط برای خودشون داشتن. با همین تشنگی میگذروندم و میرفتم، یواش یواش تشنگی تبدیل شد به آتش و جگرم میسوخت. از دور برق گنبد طلایی سید الشهدا پیدا شد، شاید هنوز یک فرسخ یا بیشتر مونده بود به کربلا. بر سرعت قدم هام افسودم که بتونم سریعتر برسم، عرق از من میریخ، به شدت تشنه بودم. میگه همین جور که داشتم میرفتم یه مرتبه یاد عصر عاشورا افتادم که تو که انقدر تشنه هستی و این حالت رو داری، بچه های امام حسین عصر عاشورا چی کشیدن و چه اتفاقی براشون افتاد. میگه یه مرتبه ذهنم رفت تو عاشورا و اصلا از خودم رفتم بیرون، از خودم دیگه رفتم بیرون، هیچ متوجه خودم دیگه نبودم، فقط گریه و عشق و حال عجیب بود بر من غالب شد. یه مرتبه یه مکاشفه خداوند متعال برای من فراهم کرد که عصر عاشورا رو دیدم، خیمه های آتش گرفته و بچه هایی که تو بیابان دارن میدون و بعضی هاشون دامن ها آتش گرفته. میگه میخواستم برم بغل کنم بعضی هاشون رو کمک بدم، ولی خب یه مکاشفه فقط بود. گریه میکردم و میرفتم، پام به سنگ میخورد، روی تیغ میرفت، اصلا تو حال خودم نبودم. یه مرتبه خودم رو یافتم که اومدم تو کربلا، تو کوچه های کربلا وارد شدم، نگاه به خودم انداختم، گرد و غبار، خاکی، اشک و عرق صورتم رو پر کرده، پاهام خونی. رفتم کنار یه نهری شستشو دادم خودم رو، نشستم و بعد رفتم تو صحن مطهر امام حسین، صاف رفتم تو صحن امام حسین، رفتم نشستم. یه چند لحظه که نشستم دیدم صدای زنگ ساعت حرم ابا عبدالله، صدای زنگ بلند شد، مثلا ساعت 6، حالا هر ساعتی دیدم صدای زنگ بلند شد، اما من صدای زنگ نمیشنوم، این صدا رو میشنوم، هل من ناصر، هل من ناصر، هل من ناصر. شو میگی یه مرتبه دلم ریخت، بلند شدم حراسان که یا ابا عبدالله هنوز صدای هل من ناصرت بلنده؟ کیه که او رو جواب بده؟ یه مرتبه دیدم از حرم حضرت ابوالفضل صدای زنگ ساعت بلند شد،
اما من صدای زنگ نمیشنوم، این رو میشنوم: لبیک لبیک لبیک. میگه رو کردم به سمت حرم ابوالفضل، گفتم جانم فدای تو یا عباس. هنوز بعد از هزار و خورده ای سال تو هستی که جواب برادرت رو میدی، وفادار تو هستی.